اگه عاشق کتاب های هری پاتری و خودتون که پاتر هد میدونید یا عاشق کتاب های فانتزی هستید دیوونه این کتاب میشید وقتی من کتاب خوندم اینجوری بودم که شت چقدر خفنه و هر داستانی که بعدش میخوندم یا فیلم فانتزی که بعدش میدیدم اصلا به دلم نمیشست چون این کتاب یه بخش بزرگی از قلب منو بر خودش گرفته بود امروز قراره که در مورد سری کتاب های با هم صحبت کنیم سری کتاب های توسط دوتا نویسنده به اسم هالی بلک و کاساندرا کلر نوشته شده که هر کدومشون جز نویسنده های خفنی هستن که توی حوزه داستان های فانتزی کار میکنن از کاساندرا کلر میتونیم به سری کتاب های هولی بلک اشاره کنیم و کتاب معروف هولی بلک شاهزاده سنگدل یا کرول پرنس هستش چیزی که خیلی این نویسنده ها مخصوصا کاساندرا کلر برای من جذاب کرده اینه که از آمریکایی بوده که قبل از انقلاب توی ایران به دنیا آمدن و توی داستانهاش از اسم ایرانی خیلی استفاده میکنه کلا این دوتا نویسنده اینجوری بودن که ما یک سری کتاب بنویسیم که شبیه هری پاتر باشه ولی اصلا به اون مربوط نیست و آدم وقتی میخونتش نه که ما یه چیزی نوشتیم کپی هری پاتر و دقیقا به این هدفشون رسیدن و خب خواستم بخونم اینجور که خب یه نفر اومده یه دنیا جادویی ساخته کپی گرفته از هری پاتر و دقیقاً یه کپی بیکیفیتی از هری پاتر اما اصلا اینجوری نبود و وقتی که اینو خوندم اینجوری بودم که کاملا متفاوته و به نظر من از هری پاتر صد برابر بهتر بود البته این سلیقه منه و صرفا نظر منه و نمیتونیم اصلا بگیم که این هست یا نیستش حالا داستان در مورد چیه؟ داستان در مورد یک دنیای این دنیای خود ما کشورهای مختلف داره و توش یک سری جادوگر زندگی میکنن اول این شکل شروع میشه که یک جنگی اتفاق افتاده که این جنگ بین یک جادوگر بدی به اسم کنستانتین که ولدوموس و جادوگرهای دیگه است و داستان این شکلیه که زن و بچه ها رفتن توی یه قاری جمع شدن تا از دست کنستانتین در امان باشن اما تو همون کار کنستانتین میاد و همشون رو میکشه و توی اونجا یک بچه به دنیا میاد به اسم کالم هانت حالا داستان از کجا شروع میشه از اونجا شروع میشه که این بچه بزرگ شده و باید بره مدرسه و به خاطر اینکه قدرت جادوگری داره یک مدرسه به اسم مجستریوم نامه زده و گفته که بچهتون باید بیاد اینجا ثبت نام اما چون بابای کال مادر کالمو توی اون جنگ از دست داده و از جادوگرها متنفره این شکلیه که نه نمیخواد تو بری اونجا چون قانونه بعد اونو بفرسته اونجا ولی این شکلیه که کار تو هرچی بهت میگن و اشتباه انجام بده و جادوگرها آدمهای های که تو رو میخوان از من جدا کنن و یه کاری کن که تو قبول نشی کارم بچه خوبیه و به حرفای باباش گوش میده اما انقدر بچه خوبیه و به حرف باباش انقدر خوب گوش میده که باعث میشه انتخابش کنن حالا چرا به خاطر اینکه توی آزمون مثلا گفته بودن که یک پریو بلند کنید و کال اینجوری بوده که اومده برعکسش انجام بده و این پره رو انقدر با جادوش فشار داده به میز که به اون میزه چسبیده بوده و حالا به خاطر اینکه تو آزمونش این شکلی امتحان داده بوده بالاخره قبول میشه ولی با کمترین نمره و با دو نفر به اسم آروم و تامارا آشنا میشه اگه دقت کنی تامارا اسم ایرانیه و دقیقا گفتم توی داستانهاش خیلی از اسم ایرانی این خانم کاساندرا کلر استفاده کرده اما جراحه کال آرون و تامارا توی این مدرسه شروع میشه و توی پنج تا کتاب ماجره هاشو ما میخونیم این پنجتا کتاب بر اساس چیه؟ این پنجتا کتاب بر اساس اینه که توی این مدرسه پنجتا سطح وجود داره سطح آهنی، مسی، برونزی، نقره و طلایی توی هر کتاب داستان در مورد یکی از این سالهاست و ماجره های اون سال رو انتخاب میکنه برای مثال اولش آزمون آهنیه جلد دوم دستکش مسیه سومی کیلد برونزی چهارمی ماسک نقره و آخرش هم برج طلایی که توی اون مدرسه فارغ تحصیل میشن و میرن اگه دوست داشتن به کالج توی این دنیا جادوگری چهار تا عنصر وجود داره عنصر آب عنصر فلز عنصر آتش عنصر باد و آخریش هرج و مرج که متفاوت و قوی ترین عنصر بین این چهار تا عنصر و آدم های مختلف یکی از این عنصرها ها رو دارن و توی این مدرسه قراره که اون عنصرشون کشف بشه و بیان جادوشون رو با اون تقویت کنن اگر کسی زیاد از حد از جادوش استفاده کنه تبدیل میشه به یه سری آدم های دیوونه با اون عنصرشون درآمیخته شدن و اینجوری هن که دیگه اون حالت انسانی خودشون رو ندارن بر خاطر همین بعد از جادوشون به صورت کنترل شده استفاده کنن عنصر هر جامعه با اینکه خیلی قویه اما تعداد آدم های کمی این عنصر رو دارن و کنستانتین دقیقا یکی از هموناییه که این عنصر رو داره و توی این مدرسه دنبال اینن که بیان و اون کسی که این عنصر رو داره رو کشف کنن اگه فکر کردید که قرار کالم هانت همونی باشه که این عنصر داره زخت در اشتباهید و اصلا اینجوری نیستش اصلا قرار نیستش که کالم هانت همونی باشه که این عنصر رو داره و اون هیروی بشه که تو تمام داستانهای فانتزی ما انتظارش رو داریم قرار نیست اون آدم بده بشه اینم یه هینتی بود حالا چین این داستان من, من اینقدر خفن کرده بود که دلم خواستم صحبت کنم و اینکه معرفی کنم این که پر از پلات تویسته و اصلا کتاب اونجوری پیش نمیره که آدم انتظارش رو داره پر از ماجره ها و معمه های مختلفه و آدم فکر میکنه که خب الان اینجاش اینجوری میشه ولی اصلا این شکلیست نیست و آخرش میگه که واو همه این نشونه هایی که گذاشته بود دقیقا به همین میرسید دقیقا به این میرسیدش که بیاد و داستان به اینجا برسه ولی آدم اصلا فشکرش رو و چنان بار احساسی به آدم وارد میکنه آدم اینجوری که یه سری جاها دوست داره باش گریه کنه یا یه سری جاها ند باهاش بخنده که ترک بخوره جوری که پیش میده اصلا اون شکلی نیستش که آدم فکر میکنه و همش باث شده که من خیلی این کتاب دوست داشته باشم داستان پر از قسمت احساسی پر از رفاقت های خاص پر از شکست های خاصه و اینجوری نیستش که مثلا اون آدم هایی که خوبن ببرن و خیلی داستان و کسل و لوس کنه و گفتم اصلا قرار نیستش که حتی کالم هات بشه اون هیرویی که توی داستان وجود داره و چون داستان در مورد این آدمه این آدم همونی باشه که عنصر هرج هر و مرج داره و قراره که کنستانتین رو شکست بده همینش هم باعث میشه که خیلی متفاوت از سری پاتر باشه و آدم بخواد که هی دنبالش کنه هی تون تون بخونتش و ببینه که تش چی میشه یه شخصیتی هم داره به اسم هوک که یه سگ یه گرگه در از که تبدیل میشه به سگ یعنی رامش میکنم و این انقدر برای من باحال بود این هوک و انقدر با بود که اینجور بودم که حتما یه سگ میگیرم و اسمش میذارم هوک <applause> اگر این کتاب رو دوست دارید بخونید هم میتونید به صورت فیزیکی از پرتغال بگیرید یا داستان هاشو به صورت ای بوک توی تاخچه وجود داره و میتونید از اونجا تهیه کنید در کل اگر من میخوام این سری کتاب ها نمره بدم چون خب نمیشه این کتاب ها رو از هم جدا کرد درکا بهش نمره چارونی امیدم از پنج و به نظرم جز اون داستان هایی که یکم underrated و خیلی شاید نخوندنش ولی اگر که عاشق کتاب های فانتزی هستید برید و بخونید و اگر دوست داشتید نظرتون رو برام توی کامنت ها بگید اه از اینجا به بعدش اسپویل داره و اگر که این کتاب رو نخونید برید بخونید و بعد بعد از اینکه پنجتا جلد خوندید و ادامه این ویدیو رو حتما ببینید برای من تهش واقعا قشنگ بود این شکلی بودش که وقتی که باباش دقیقا همون کسی بود خودش رو تبدیل کرد به اون عنصر فلز و اینجوری بود که من خودم فدا میکنم داشتم گریه میکردم اینجوری بودم که واو مثلا چقدر باحال تموم شد تش اینکه باباش اومد و اینجوری کرد تو جل دوش من اینجوری بودم که خب باباش الان میکشدش باباش الان میکشدش باباش میدونه این کنستانتینه باباش بخواد اینو بکشه بعد و واقعا ناراحت بودم از بابای خیلی ناراحت بودم بعد اینجوری که نه چرا اینجوری شد چرا باباش دقیقا همونی بوده که دوست داشته و به این کمک کنه بعد من اینجوری بودم شت 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 چه اینجوری بود که بابایی که همیشه دوستش داشت اصلا اینجوری نبودش که اون بابای کسی باشه که قراره که بچهش بکشه و اون خنجر اصلا قرار نبوده اون خنجر برای این باشه که اونو بکشه فکرم توی جل سش بود که میفهمه که اون خانومه در مادر کنستانتین بوده و آرون رو زنده میکنه و یا توی جل چهارش بود و اینجوری بودش که خب میدونین من فقط فکر نمیگم که اون خانومه مادر کنستانتین باشه با اینکه اینجوری بودم که آره خانم میتونه یه آدم اصحالی باشه ولی اصلا فکر نمیکردم که این مادر کنستانتینه و اینکه اون میخواست خودش رو به این نزدیک کنه و میگفت که آره تو بچه منی تو بچه منی اه واقعا خیلی مخواهم بود اینجور هم که نه تو تیچ مادری نکردی برای و میگه که بچتی تو خودت آدمی بودی که باعث شدی کنستانتین به این تبدیل بشه و اونجا که میاد و آرون رو زنده میکنه بعد آرون اینجوری بودش که نه من آرون نیستم من احساس نمیکنم خودمم و چون روحش توش هر جا داشت و دقیقا عین این, هرج هر مرد زده ها بود عین این حیوان های هر مردی بود من بودم که چقدر ناراحت کننده است و حتی اونجا که آرون مرد من خیلی ناراحت شدم اینجور هم که آران مرد یعنی چی مرد ولی خیلی خوب زندش کرد و برام خیلی خفم بود برام خیلی خفم بود من اولش فکر کردم که آرون و کال با هم جنگ میکنن ولی اصلا اینجوری نشد و خیلی خفم بود و حتی اینکه کال واقعا کنستانتین نبود و صرفا خاطرات اون جادوگر قدیمیه اومده بود توی جلد اینا و این که اون جادوگر قدیمیه می اومده تو نست اون روح خودش رو وارد اینها می کرده برای من خیلی جذابش می کرد و کلا داستان جوری این سری ها رو به هم چیده بود این شکلی بودم که واو اگر از این سری ویدیوهای معرفی کتاب خوشتون میاد حتما لایک کنید و توی کامنت ها بیم بگید تا بیشتر از این ویدیوها بسازم اگر کسی میشد که داستان های فانتزی دوست داره این ویدیو رو بهش معرفی کنید مرسی که این ویدیو رو دیدید تا ویدیو بعدی فعلا